ببینین در هفته گذشته موضوعی که معروف شد به سکس توریسم تو مشهد تو چند تا روزنامه و مجله تو ایران منتشر شد. محمد قانعی، ببینیم من دلم نمیاد، خیلی خیلی عذر میخوام دوستان اتاق فرمان، من باید اینو بگم در پیوند با زلزله بعد ادامه بدم برنامه رو. ببینید اون نکته مثالی که زدم در پیوند با زلزله و اون صحبت های اون دختر خانم قصر شیرینی رو شنیدین، همین امروز خبری منتشر شده است. تیمور بشیر گنبدی مدیر کل امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای که روز جمعه 9 شهریور همین امروز در خبرگزاری مهر منتشر شد گفت بر اساس تفاهم نامه‌ای که اواخر مرداد بین ایران و سوریه امضا شد، ایران 30,000 واحد مسکونی در سوریه احداث می‌کند. نمی‌شد اینو نگم و نمی‌دونم دیگه چی بگم. باری داشتم عرض میکردم از قول آقای محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی که گفتم در نشریات حکومتی آمد این خبر در هفته گذشته، براتون میخونم خبر رو. محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی حضور مردان مجرد عراقی در خانه مسافرها همراه با زنان ایرانی را تایید میکند و میگوید در شهرهای مثل مشهد و قم که زائرپذیر هستند، مراوده و مراجعه افراد غیر ایرانی به خصوص عربهای عراق خیلی بیشتر مشهود است و حالا با مطرح شدن موضوع ازدواج موقت باید بیشتر مراقب باشیم. اما مراقب چی باشیم؟ به هر حال میرن سراغ آقای محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلدارای خراسان رضوی و میگن تکذیب کن، بعدم تا اونجایی که میتونن هر روز سایت‌ها ور میدارن خبر رو، اون آقا تکذیب میکنه و اینم مثلا برای نمونه وقتی که الان خبر رو بزنین صفحه درخواستی شما موجود نمیباشد. بعد خب مثل اینکه قضیه مثلا تموم شد، حالا رفتن به زور گفتن اون تکذیب کنه و این مثلا خبرم برداشتن و همه چی تموم شد. کل موضوع رو گفتن تا تونستن هی تکذیب کردن. بعدم یک نماینده مجلس فرمودن که هرچه سریعتر منابع رسمی مثل وزارت کشور، استانداری و فرمانداری باید در این رابطه گزارشی به مردم بدهن. ما کارها را رها نمی کنیم بلکه پیگیری می کنیم و اگر صحت داشته باشد قطعا برخورد خواهیم کرد. این آقای نماینده هم نمیدونم، من در برای شخصش هیچ کاری ندارم. اگر صحت داشته باشد اینا قطعا برخورد خواهیم کرد. قطعا با چی برخورد خواهید کرد؟ با صیغه که در اسلام تشویق شده و شما مبلغش هستین؟ با دینتون برخورد میکنین؟ با مذهبتون برخورد میکنین؟ نعوذ بالله. ایران جمهوری اسلامی، هفته پیشم گفتم، از معدود کشورهایی است که فاحشگی رو به عنوان یک شغل به رسمیت میشناسه. ظاهرا روسپیگری خیابونی رو تقبیح میکنن، ولی تنها نظام حکومتی است در جهان که از خودفروشی با نام صیغه حمایت میکنه. هیچ جای جهان چنین چیزی نیست و مردم رو به سرمایه گذاری در خودفروشی تشویق میکنه. من نمیگم تن فروشی، روشنه که فقط تن نیست که خرید و فروش میشه، جان و روح آدمیزاده که با زندگی و روابط انسانی دیگه کاری نداره، فاصله میگیره از این روابط انسانی. بذارین از خانم نعیمه دوستدار یه پاراگراف براتون بخونم و ادامه بدم برنامه رو. نتیجه نخست فقر محروم ماندن از امکان تحصیل و تبعیض چند جانبه است. در شرایط بحران اقتصادی آمار تن فروشی بیشتر میشود. حاصل آن تصویری که امروز در شهرهای مذهبی ایران می‌بینیم، نه تنها خدمات جنسی ارزان است که ارائه کنندگان این خدمات هم بیشتر شده‌اند و سخن از 5,000 خانه مسافر تنها در مشهد است. طبق آماری که هست مشهد در مجموع 7,000 خانه مسافر داره، بیش از 5,000 تاش فاحشه خونه است. شهر مقدس، رئیسش هم علم‌الهدی است.
هی سنگ تقدس این شهر رو به سینه میزنه. نه، نه شرایط اشتغال مناسب برای زنان وجود دارد، نه درآمد کافی. تن فروشی در این کشور اجبار مطلق ناشی از فقر است. این خلاصه است از یک طرف ماجرا. خود آخوندا که به دلیل اینکه صیغه رو حکم الهی میدونن همیشه آلوده و مشوق فاحشگی به اسم صیغه بودن، از سالهای اول جمهوری اسلامی تبلیغ کردن. هاشمی رفسنجانی موقعی که رئیس مجلس بود سال 61 تو نماز جمعه گفت که رواج صیغه برای جوانان مفیده و برای جامعه مهمه. میگه حکومتی که از جوانها عفت میخواهد شرایط تحصیل عفت را هم باید فراهم کند. هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده است قابل اصلاح است، گفت اگر جلوی متعه را نمی گرفتن و می گذاشتن مردم نیازمند ازدواج موقت کنند، هیچ کس آلوده به زنا نمی شد. او در ادامه گفت فرهنگ جامعه گذشته با تقلید از غربی ها زناکاری را جایز می دانسته، اما ازدواج موقت را حرام کرده بود. یعنی چی زنا؟ این بازی با کلمه ها یعنی چی؟ فقط چون اون چند کلمه ای که شما تعیین کردین بگن به عربی، اون یکم بگه قبل تو خونده بشه میشه عفت، خونده نشه میشه زنا؟ بعد مراکز فاحشه‌گری درست کنین به اسم صیغه و رواجش بدین و حمایتش کنین، اینطوری دیگه آلودگی دنیوی و اخروی وجود نداره، ثواب هم داره. رفسنجانی حالا اون مال اول جنگ بود، رفسنجانی چند وقت بعدم به هیچ وجه قابل توجیه نیست، اونم که اول جنگ بود پس خوب کاری کرد. باز دوباره میخوام بگم ادامه داد اینو، چند وقت بعد بازم اومد به این موضوع پرداخت. حالا خودتون بشنوید. نوشتن که در سالهای گذشته بحث‌هایی در رابطه با ازدواج موقت مطرح کرد. چه تصمیمی در این رابطه گرفته اید؟ و ما برای نبود تصمیمی بگیریم، ما راهش ما رو باز کرد. ما گفتیم این مسئله شرعی است و انسانی است و اسلامی است. با اون بحثایی هم که تو روزنامه شد، قبحی که تو جامعه داشت مقدار زیادی شکسته شده، ما فکر میگردیم یکی از مشکلات جدی دانشجوها و بسیاری از مردم ما که نمیتونن به ازدواج دائم برسن و خدا براشون حلال کرده، یه سنت حسنه اسلامی است با یه عرف عادت داره برنامه میشه. من از لحاظ فرهنگی خواستم، از لحاظ قانونی هم قانونش محکمه، اجازه داره دفاتر باید بنویسن، راهشم بازی. قبحی که تو جامعه داشت مقدار زیادی شکسته شده، راست میگه. البته بدیهی است که نه فقط به دلیل نفوذ کلام و جرأت ایشون و سقوط فرهنگی جامعه، به دلایل اقتصادی و فرهنگی متعددی که حالا اشاره کردم، ولی برنامه بحثش رو بعداً باید بکنیم. به هر حال کار به جایی رسید که مصطفی پور محمدی وقتی وزیر کشور احمدی نژاد بود، از موضع بالاترین نهاد اجرایی یعنی وزارت کشور این فاحشگی آخوندی رو تبلیغ میکرد. 12 خرداد 86 خبرگزاری فارس خبر داد مصطفی پور محمدی وزیر کشور در همایش احمدیشی حجاب در قم گفت ازدواج موقت باید با جسارت در کشور ترویج شود. بعدم خب آگهی های خرید و فروش آدم به سرعت زیاد شد. دیدین دیگه، حالا من یه نمونه هایی فقط میگم. عصر ایران گزارش میده، روزنامه عصر ایران، برخی از این دفترخانه های رسمی ثبت ازدواج و طلاق به مؤسسات ازدواج موقت تبدیل شدند و با انتشار آگهی های اینترنتی و پیامکی در صدد جذب مشتریان بیشتری هستند. البته نکته جالب این تبلیغات آن است که مخاطب آنها آقایان هستند. برخی دفترخانه ها همانند مؤسسات همسریابی تصاویر موارد پیشنهادی خود را در آلبومی به رؤیت آقایان آقایان مراجعه کننده میرسانند و جالب اینجاست که در اینجا دیگر پذیرش عروس خانم شرط نیست و فقط بسته به سن و مدت و غیره مهریه افراد متفاوت است. آقای ه که یکی از این سردفترهای مورد اشاره در شمال شهر تهران است، معتقد است که این کار
علاوه بر اجر مادی اجر معنوی دارد و به لحاظ شرعی و قانونی فاقد مشکل است. او مدعی است که توانسته است با این اقدام خود جلوی فساد و فحشا را گرفته و از اینکه افرادی به خاطر یک سری مسائل دست به گناه بزنند جلوگیری کرده است. راست میگه. اشتباه کرده. ببینید قانون میگه تا آیه قرآن میگه که آقا از مرد تا 4 زن میتونه دائم بره اختیار کنه، هیچ تخلفی هم نیست. صحیح. ولی عقد موقت شما یکی 10 20 100 هر چقدر توان مالی داشته باشین میتونه اداره کنین، میتونه هماهنگ کنی بیاد اینجا براتون بنویسیم و هیچ مشکل قانونی هم نخواد. این سنت حسنه اسلامی که رفسنجانی میگه اینه، فاحشگی قانونی و شرعی است به اسم صیغه، و اون فاحشه اون روسپی هم هیچ گونه حقی نداره. حالا بیشتر خواهید دید. بذارین یه تیک اول از یکی از نشریات خیلی ولایی براتون بخونم. روسپیگری، تنفروشی یا فحشا آمیزش جنسی در قبال درآمد است و باید دانست که این پدیده نامطلوب معمولاً از سن 12 سالگی آغاز می شود و به طور کلی 80% روسپیان در ایران زنان زیر 25 ساله هستند. وحشتناک این است که خودتونم می دونین که آمیزش جنسی در قبال درآمد یعنی فاحشگی، ولی یه صیغه بهش می چسبونین، همین فاحشگی رو میگین ثواب داره و سنت حسنه الهی است. و خب خوشحال باید باشین وقتی یکی از جاذبه های گردشگری ایران جمهوری اسلامی میشود همین ثوابی که میبرید. ایران دیپلماسی نوشته امروز معضلات حضور گردشگران عرب به صورت مشخص مردان مجرد عراقی یا مردان عراقی که بدون خانواده مجردی به شهر می آیند در این کلان شهر مذهبی قابل انکار نیست. کار به جایی رسیده که این زائران بعضاً به شرط حضور بانویی برای ازدواج موقت محل اسکان را انتخاب می کنند و مشاغلی هم پیرامون این بدبستان شکل گرفته است. با چنین اوصاف، خیلی خیلی عذر می خواهم، من این لفظ رو به کار می برم. ببینید طرف میره خونه بگیره، میگه اگه خانوم دارین من میام. حالا اومده زیارت امام رضا. و چقدر خون دوامارشو؟ بیش از 5000 خون مسافر این کارن. مرکز فحشا. در فقط یه شهر. مشهد. و بیشتر کجاها هست اینا؟ در محله اطراف حرم. اون منطقه است. با چنین اوصافی واقع بینانه، ادامه مقاله خود نشریه حکومتی رو میخونم، با چنین اوصافی واقع بینانه و تلخ کامانه باید گفت که این شرایط اجتماعی نابسامان ماست که عرضه ارائه خدمات جنسی در قالب شرعی و چه بسا تقاضا برای دریافت چنین خدماتی را در گردشگران به وجود آورده است. چرا شرایط نابسامان اجتماعی به وجود آمده که اینا پیامدش باشه؟ نظام مقدسی که خودش اکثریت جامعه 80 و چند میلیونی ایران رو به خاک سیاه نشونده، حتی مرهم گذاشتن رو زخمای اقتصادی اجتماعی جامعه براش اهمیتی نداره، چون باید هر چی داره و هر چی میتونه از مردم بگیره خرج اسلام ناب محمدیش بکنه. 14 هزینه برای ساماندهی کودکان کار بودجه به مساجد و مداهان. میبینین دیگه این آمارو. در یک سال برای ساماندهی 1800 کودک کار و خیابون حدود 3 میلیارد تومان هزینه شده و مجموع کمک‌های مالی شهرداری تهران به مساجد، مداهان و نهادهای مداهی 43 میلیارد و 800 میلیون تومان، بیش از 14 هزینه برای ساماندهی کودکان کار و خیابان. اینه این نظام مقدس. ببینین به آمار دخترهای مزدوج زیر 18 سال نگاه کنین. بیشترین آمار ازدواج های ثبت شده. ببینین آمار
آدم واقعا زبونش بند میاد. 43,000 تعداد دختران مزدوج زیر 15 سال. این آمار فقط در یک سال گرفته شده و بیشترین ازدواج‌های اینطوری هم در خراسان رضوی صورت گرفته. بیشترین آمار ازدواج‌های ثبت نشده متعلق به ازدواج‌های زیر 18 سال در مناطق روستایی کم برخوردار دارای فقر اقتصادی بود که دسته عظیمشان دختر بچه‌هایی بودند که هرگز ازدواجشان ثبت نمی‌شد و دسته دوم دختر بچه‌هایی بودند که به عقد مردانی در می‌آمدند که این دختران ازدواج دومشان محسوب می‌شد و این دو گروه گروه بزرگ ازدواج‌های ثبت نشده بودند که سال‌ها از ازدواجشان می‌گذشت و حتی بچه هم داشتند اما نیازی به ثبت ازدواج نمی‌دیدند. ما در یک سال فقط یک جهش بسیار بزرگ از ثبت ازدواج ها داشتیم و آن هم متعلق به سال اعلام یارانه ها بود و دوباره فروکش کرد و با همون رویه سابق برگشت. این خیلی مهمه، این نکته یارانه. یعنی هر جا، حالا هر چی یارانه باشه من کاری ندارم، اون بحث دیگه، هر جا وضع مالی فرد یا خانواده یه خود تکون خورده، خانواده دیگه تن به فروش بدون ثبت دفتری دختر بچهش نمیده. یعنی ببینیم چه فشاری هست که طرف دخترش رو میفروشه. کیه که آخه دخترش رو بخواد بفروشه؟ هرچند این شرمساری یک کشوره که رسماً اجازه ازدواج دختر بچه رو میده، اما همین ثبت یعنی به هر حال کنترل قانونی ازدواج و همین یارانه ناچیز که حالت بیمه بیکاری رو به هر حال داره. اگر نباشه فروش بچه به اسم ازدواج، ازدواج موقت و غیره بدون ثبت قانونی که قطعاً خواست خریداره، میخواد ثبت نشه، خیلی مردم میخوان ثبت نشه، دارن چه غلطی میکنن، انجام میشه. یه آمار ببینین، اعداد تلخ درباره وضعیت بانوان ایران. فرض کنیم که این آمار درسته، هرچند مخدوشه. زنها و دخترها رو بدون هیچ معیاری کنار هم تو این جدول گذاشته، ولی همینو ببینین، 60% زنان بیمه هستن و 40% بقیه بیمه نیستن. باید چیکار کنن بیمه نیستن؟ زنان سرپرست خانوار چقدر داریم؟ ببینین 40% زنان مملکت بیمه نیستن. خیلی ها چقدر داریم زنان سرپرست سرپرست خانوار؟ آمارها نشان می‌دهد که در سال 1395 نزدیک 13% از خانوارهای ایرانی را زنان سرپرستی می‌کردند و میزان زنان سرپرست خانوار طی یک دهه منتهی به سال 95 رشد 86% و 86.5% را پشت سر گذاشته. نزدیک 87% روش داشته به دلیل طلاق و غیره و غیره. و جالب اینه که در تنها شهری که شمار زنان سرپرست خانوار بیش از دو برابر اضافه شده، شهر قومه که آخونده تو صدا و سیماشون میگن از 10 تا در بهش 3 تاش تو این شهر باز میشه. یعنی سقوط ارزش ها، فقط بگین سقوط خانواده، همین، اول در قومه بنابر آمارهای خودشون. آمار کل زنان سرپرست خانوار 3,200,000 نفر. میخوام برگردم به ماجرای بیمه ها. 3,200,000 خانوار بهزیستی کمک میکنه به اینا اگه شرایطشو داشته باشن، که اولیش از کار افتادگی. چقدر میدن؟ حدود 500,000 تومان، یعنی قانوناً 40% کمتر از حداقل حقوق پایه، میشه 500,000 تومان. خب همین هم نمیدن. چند درصد از زنان سرپرست خانوار از بهزیستی میگیرن؟ رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد در حال حاضر 110,000
زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که از این آمار 55,000 نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان هستند، یعنی حدود نصفشون. 110,000 خانوار از 3,200,000 خانوار، چون میدونیم دیگه زن سرپرست خانوار شاغل ما چقدر داریم در مملکت، در نتیجه همین معیار رو در نظر بگیریم، یعنی از 1/100 هم کمتر. کجا داریم میریم شماها؟ یعنی هیچی. هیچی. چند درصد از زنان سرپرست خانوار شاغلن؟ هیچ آماری نیست. هممون میدونیم که روحانیت حاکم نگاه شهروند مدار به مردم نداره، شهروند نمیبینه. غیر از تبعیض‌های دینی و مذهبی، تبعیض بین زن و مرد در فکر و عملش هست، و چون حاکم بر نظام سیاسی است، اعتقادشو که در قالب فقه جمع کرده تبدیل به قانون میکنه. اینا همه میدونیم. میدونیم، ولی شاید ندونیم که این مشکل اصلی حقوق شهروندی در ایران. این قوانین و احکام که یکیش تشویق به فاحشگی است به اسم صیغه. اینا از کجا میاد؟ ما میلیون ها زن بیوه داریم رو کره زمین. خب زن بیوه چه کنه به نظر شما؟ حالا شوهرش تو جبهه بوده، تو تصادف بوده، تو دریا بوده، تو جاده بوده، بالاخره شوهرش از دست داده. زنان بیوه جوان را میشه به من بگی؟ شما بگو زنان بیوه جوان چه کنن؟ یک، گناه بکنن؟ اسلام اجازه نمیده. تا آخر اون بسوزن و بسزن؟ همه متقی هم نیست. پسرهای جوان بیان زن بیوه بگیرن؟ خب نمیگیرن. راهی نیست که بالاخره نیاز طبیعی زنای جوان هم از طریق عقد موقت، منتها عقد موقت در جامعه ما بیخود تحقیر شد. من معذرت میخوام واقعا که ناگزیرم اینا رو پخش کنم. یکی دو تیکش. استاد اخلاق، مفسر قرآن، مدیر ستاد اقامه نماز، منصوب امام خمینی به ریاست سازمان نهضت سواد آموزی کشور جناب آقای قرائتی. مشکلش اینه که زن بیوه چه کنه؟ مسئولان فکری اجرایی مملکت اصلا فکر اقتصادی ندارن. خمینی از اول گفت اقتصاد و اشتغال مال خره. فکر جنسی فقط دارن. معتقدن که زن بیوه رو جامعه طرد کرده، اسلام که دین رحمانی است میبرتش فاحشه خونه برای مردای مختلف، سیغش میکنه. چرا هی میگم فاحشه خونه؟ نمیخوام بگم میبردش برای صیغه، فاحشه خونه باید گفت، چون بنا به قرآن و تفسیر آقای قرائتی کلمه صریح اجرت در کنار متعه یا همون صیغه به کار گرفته شده در قرآن. قرآن فرمود فمستمتعتم به هنه. متعه مال عقد صیغه است. عقد دائم را این کلمه را نمیگن که اگر کامیاب شدی اجرش بده. اگر آخه بعضی‌ها میگن این مال عقد دائم، اگر عقد دائم باشه کامیاب بشیم و نشیم باید مهر بده. یکی تیکه عقد دائم خوبه خانومی، بعد از اینکه صیغه عقد خون تمام مهریه رو خانم حق داره مطالبه کنه. ولی آیه میگه نه، میگه اگر کام گرفتی پول بده. یعنی چه؟ یعنی عقد دائم نیست. عقد دائم که صیغه خونده شد، چه کام بگیریم چه کام نگیریم، همخوابی بشه یا نشه، عمدی بشه یا نشه، باید مهریه بده. اینجا میگه اگر کام گرفتی پول بده، معلوم میشه این غیر از اونه. عقد دائم کامم نگیری صیغه که خونده شد زن طلبکاره، اما اینو میگه نه، اگر کام از هم گرفتید باید پول بدید مرد، مرد باید پول بده، پس بده صیغه دزونه. علاوه بر اینکه عقد دائم رو مهر میگن، صدقه میگن، اینو میگه اجر اجورهن. نه روشنه دیگه، اجرت به کارگر داده میشه در برابر کاری که انجام میده، این میگه کامجویی. میگم عذر میخوام که این چیزای چندشنگیز واقعا باید گفت، باید گفت تا روشن بشه. به قول غلام حسین ساعدی بارها شاید گفتم اینو، میگه اگه میخوای زشتی از بین بره، زشتی رو کامل و خوب نشون بده، تا همین کارو بکن. بعد اینا رو گفت. مزد میگیره زن دیگه، میگه اجرت بهش داده میشه کارگر. در اسلام همینه، یعنی زنی که صیغه میشه اگر به تمایلات جنسی صیغه کننده جواب بده اونطور که میخواد، مزدشو میگیره.
فرق آخونده با دلالایی که تو همین شغل شریف کار میکنن و آخوند نیستن اینه که در همه جای دنیا همه اقشار جوامع مختلف فاحشگی رو زشت و یک بیماری اجتماعی میدونن، ولی آخونده تبلیغش میکنن و ضروری میدونن برای جامعه اسلامی و رشد فاحش خونه ها با دلالی آخونده بی سابقه میشه و سپاهی ها نه فقط آخونده. نمونه بگم بهتون، فاحش خونه در یزد یه نظامی ادارش میکنه، تبلیغ هم میکنه که این تنها فاحش خونه رسمی یزده. اسم نظامی هم بود، حالا اگه یه بار دیگه نشون بدین توی تبلیغ اول پاک شده بود، تبلیغ دوم اگه تونستیم نشون بدیم. نوردهیه، نمیدونم چیه اسمش در یزد. بله، اجازه بدین که بعدی بیاد با مدیریت و مشاوره سرهنگ نوردی شاید دارای مجوز شماره فلان خانه افاف نور. میرسیم به این خانه های افاف. ببینین بذارین قبلش یه نکته رو بگم. میگن در غرب از زن به عنوان کالا استفاده میشه. یک نمونه فقط بهتون میگم. بر اساس آخرین گزارش اداره آمار در سال 2012 زنان در آمریکا، زنان صاحب 36% از تمام کسب و کارهای ایالات متحده هستند. این یک افزایش 30% را از سال 2007 نشان میدهد. نشریه فوربس سال 2016 را دوران طلایی زنان کارآفرین خوانده و اشاره میکند که شرکت هایی که زنان آنها را اداره می کنند با میزان 8 برابر بالاتر از کسب و کارهای دیگر در حال وارد شدن به بازارهای سطح میانه هستند. یعنی شرکت هایی که بین 100 میلیون تا 3 میلیارد دلار درآمد دارند. 8 برابر رشد زنانی که دارن این شرکت ها را اداره می کنند بیشتر از شرکت هایی است که مردا دارن اداره می کنند تو همین سطح. وقت تو نظام مقدس جمهوری اسلامی بس چگونه است؟ از 7 میلیون فارغ التحصیل آموزش عالی 2.5 میلیون نفر بیکار مطلقند. 4 میلیون نفر دیگه فقط 10%شون تو رشتهشون کار میکنن. بقیه یا راننده آژانسان یا خدمتکارن یا به هر حال دربونن، کارهایی که هیچ ربطی به مدرک و موقعیت تحصیلشون نداره. و تازه تو این وضع موانعی که حکومت رسما اعلام میکنه برای اینکه زن از اجتماع بره بیرون و فقط تبدیل بشه به برده جنسی مرد که گفتم نمونه هاشو البته با خوندن صیغه، حتی از بازار اشتغال زن باید حذف بشه تا تبدیل بشه رسما تا تبدیل بشه به اونی که آخون میخواد. بر اساس دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دولت از مجموع 3000 سهمیه استخدامی دولت در آزمون سال 95 بیش از 960 مورد فقط برای مردان و تنها 15 مورد برای زنان بوده است. ببینین این سازمان‌های دولتی، این وضع آزمونه و بعد سازمان‌های دولتی ببینین برای چه شغلایی فقط مرد استخدام میکنن. ببینیم نگاه کنین تا من براتون بخونم. برای مثال براتون میگم، ببینید سازمان دامپزشکی کشور، اینا کارهاییه که فقط مردا باید بکنن، میتونن بکنن و زنها مطلقا راه ندارن در اینجا. چیه؟ سریع براتون میخونم ببینید که خودتون نتیجه بگیرین دیگه. کارشناس امور فرهنگی، کارشناس بهداشت دام، کارشناس تحلیلگر سیستم، کارشناس حقوقی، کارگزین، کارشناس امور دارویی، روانشناس، حسابدار، مسئول خدمات مالی، مهندس برق، پرستار، پزشک عمومی، کارشناس امور فرهنگی، کارشناس حقوقی دوباره، مربی ورزش، مراقبت امور تأمینی، مددکار اجتماعی، متصدی امور دفتری، کارشناس امور دفتری، دامپزشک، حسابرس، اینا همه کارهایی است که سازمان دامپزشکی کل کشور اعلام کرده است که فقط مردان می توانند استخدام شوند نه زنان.
نتیجه چی میشه؟ اون نتیجه اجتماعی که بخشش رو دیدین، نتیجه می شود که در دنیا در ردبندی آخر هستیم. از 3000 شغل در قانون استخدامی کشور حدود 1000 شغل فقط مال مرد است. یعنی از هر 3 شغل یکیش رسماً مال مرد است. اینکه غیر رسمی حالا تو هر اداره مرد به جای زن استخدام میشه جای خود. اینا رسمی قانونی، به همین دلیله که آمار زنان شاغل فقط 11%. وقت دولت تدبیر و امید فقط برای 2 ماه اول امسال 22 میلیارد تومان بودجه داد به شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران. 22 میلیارد تومان فقط برای 2 ماه که بشنن سیاستگذاری کنن، سیغه گذاری کنن. مگه خانه های افاف یعنی فاحشه خونه های اسلامی از کجا اومد؟ از همین بودجه های کلان و جمعای حوزوی و حکومتی دیگه. خانه افاف طرحی بود که برای اولین بار توسط جامعه اسلامی ناصحین قم در سال 73 تهیه شد و برای سازمان‌های مختلف فرستاده شد. سال 81 این طرح از طرف وزارت کشور به دولت خاتمی داده میشد. خاتمی خودش مخالفت میکنه با این طرح. مجلسش شما مخالفت میکنه. طرحو کی تهیه کرده بود؟ دانشگاه آزاد. آقای رفسنجانی تهیه کرده بود. همین دوروری ها شما میگن پشت سر مرده رفت. همین طرح خانه‌های افاف امروز داره در کشور اجرا میشه. همین حرفایی که قرائتی زد، رفسنجانی زد، سردفترهای ازدواج و طلاق میزنن به قول خودشون، عملیاتی شدن همین طرحه. ببینید تو اساسنامه طرح خانه افاف آمده با توجه به واقعیات جامعه و نظر به وجود نمونه‌های زیر، یکی از ابزار موفق در مقابله با تهاجم فرهنگی تسهیل و گسترش امر ازدواجش. موارد زیر یعنی بانوان بی سرپرست و همسر از دست داده، بانوانی که نمیخواهند همسر دائمی مردی باشند ولی حاضر به ازدواج موقت و کوتاه مدت هستند، دانشجویان و محصلانی که امکان ازدواج دائم برای آنها نیست، مردانی که به دلایلی کسی با ایشان ازدواج نمیکنند، مردانی که زنانشان مشکلاتی از قبیل طولانی شدن مدت بیماری دارند و افرادی که دائم السفر هستند و دور از عیال دائمی خود به سر میبرند. چیزی که وجود نداره عاطفه است و تعهد. بعد اهداف طرح مؤسسه افاف از رو خود اساسنامه‌اش دارم میخونم. الف، احیاء سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ب، مقابله با تهاجم فرهنگی استکبار جهانی از طریق تسهیل امر ازدواج. بعد با همین، بله مختصر عرض میکنم که با همین اعتقاد حق بازی، راننده امام خمینی موقع ورود امام به ایران یعنی سردار محسن رفیق دوست میشه یکی از بلند آوازه ترین صاحبان همین خانه های افاف رفیق دوست. بعد از ریاست بنیاد مستضعفان که خمینی بهش داده بود که در جریان کار تو اون بنیاد پربرکت به گفته خودش بیش از 330 دستگاه آپارتمان میسازه، کارخونه داروسازی لغمان رو میخره و بنیاد تعاون نور رو راه میندازه. بنیاد تعاون نور تا سال 88 79 تا دفتر فقط تو تهران داشت. من نمیدونم الان چند تا دفتر داره. اسمش وقتی خیلی این بنیاد مطرح شد که فاحشه خونه کرج سال 1379 بود فکر میکنم، لو میره. یه دختر 17 ساله خونه هدایت اسلامی کرج، اسمش هدایت اسلامی کرج، یه دختر 17 ساله به اسم سمن فرار میکنه، ماجرا رو واسه پدر مادرش میگه، اونا میرن شکایت میکنن. حجت الاسلام هادی منتظری مقدم، رئیس دادسرای دادگاه انقلاب کرج و رئیس خانه هدایت اسلامی کرج که زیر نظر بنیاد تعاون نور محسن رفیق دوست اداره میشد بازداشت میشد. ایشون که بهش میگفتن قاضی محترم انقلاب کرج با وثیقه آزاد میشه. با اون دختر که اسمش سمن بود و فرار کرده بود و ماجرا رو افشا کرده بود کشته میشه. هیچ اثری دیگه ازش نیست. خانه هدایت اسلامی کرج
که بهشون گفتم بنیاد خیریه گلیاس، این آقای رفیق دوست دیگه میشناسینش، یه مرکز خصوصی بود که به نگهداری و به نگهداری بیش از 1000 دختر با سن 7 سال به بالا در طی چند سال دوران فعالیت خود میپرداخت. بعد عرض کردم اون فرار میکنه و بعد گزارش‌ها در رسانه‌ها منتشر میشه و اتهامایی که زده بودن به حجت الاسلام رئیس دادگاه انقلاب کرج، روبودن دختران، بهره‌گیری جنسی رئیس دادگاه انقلاب کرج و برخی دیگر از مقامات بلند پایه از دختران، معتاد کردن و تجارت آنان، این مرکز زیر نظر بنیاد نور. یک لحظه فقط ببینید که آقای بنیاد نور چی میگه. محسن رفیق دوست به این دلیله که همچنان همه کار است. من آرزو میکنم که یک، در جمهوری اسلامی مقدس ایران همه پیرو ولی فقیه باشن و ساز دیگه نزنن و خدا این انقلاب ما رو زمین ساز قیام امام زمانمون قرار بده.